شب در آسمان قطب شمال ماند. یک ماه ماند، دو ماه ماند، سه ماه ماند، شش ماه تمام ماند. شب خوابش گرفت. ستاره ها همانقدر چشمک زدند تا چشمهایشان کم سو شد. ماه گفت: من که یخ کردم. شب و ماه و ستاره ها یکی یکی رفتند. شاید نامحتمل به نظر بیاد که تصویرگر کتاب کودکانه گل بلور و خورشید در دهه 40 و 50 آثار مجموعه تو و من با جهان سیاست ورز بزرگ سالانه یک نفر باشند و خالق هر دو نیکزاد نجومی، هنرمند ایرانی ساکن نیویورک که مسیر طولانی و پر از مداومت و خلاقیتی رو مابین این دو اثر گذرونده. نیکزاد نجومی از ژانویه تا مارچ 2016 آثار مجموعه جدیدش رو در گالری تیمور نیویورک به نمایش گذاشت. آثاری که به سیاق بسیاری از کارهاش روابط قدرت و مناسباتش رو به نقد و چالش میکشه. مناسباتی که قادر بر تمام شؤون زندگی شخصی و اجتماعی انسانها سایه بیاندازه و مرز نداره و در گستره جهانی به سیرک شبیه که رنج مردمان و چرخه سرمایه رو قدرت میبخشه. او متولد 1320 در کرمانشاه و فارغ التحصیل نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و سیتی کالج نیویورک. سالهاست که با ممارست کار کرده و به رنگ و سلیقه بازار رایج در نیومده و به عنوان نقاشی فیگوراتیو با مضامین سیاسی، با آمیزه ای از طنزی تلخ و گزند و جدیتی متعهد و آرمانگرا، لجوجانه و با مداومت کار کرده و از چهره های معتبر نقاشی معاصر محسوب میشه. من 6:30 صبح هم میشم تا مثلا میرم جیم، باشگاه یکم ورزش میکنم، دوش و اینا میگیرم، برمیگردم یه روزنامه میگیرم، یه کافی میگیرم، میام خونه مثلا 9 تا 10 روزنامه میخونم و صبحانه میخورم، 10 تا 11 یکمی کامپیوتر بازی میکنم، بعد دیگه شروع میکنم به کار کردن تا 6 بعد از ظهر، 6 تا 7 شام میخورم و اخبار گوش میدم، بعد 7 شروع میکنم به کار کردن تا 10-11 شام. در این شماره شبکه آفتاب متنی از عمر خلیف، نویسنده و نمایشگاه گردان موزه و هنرهای معاصر شیکاگو و همچنین تأملی بر چند اثر این نمایشگاه به قلم محمود رضا بهمنپور و مصاحبه اختصاصی با نیکزاد نجومی به بهانه نمایشگاه اخیرش میخونیم. درباره او که پرتوان و زیاد کار میکنه و به قول منتقدی از کارهاش صدای آژیر به گوش میرسه.